به بدهکار تز بدهکار مسئله ایز فوق یک بازی به خصوص در آمریکا این پیشنویس زندگی مردم یا نقشه عمر آنها شده است همانطور که احتمالا در جنگل های آفریقا و گینه جدید ممکن است چنین باشد در این جوامع رسم بر این است که خانواده یک مرد جوان برایش زنی را به قیمت گذاف میخرند و او را برای سالیان سال مقروز خیش میسازند در آمریکا هم سنت همین است یا دست کم در جاهای متمدنتر این کشور چنین است با این تفاوت که خلیدن زن تبدیل به خلیدن خانه می شود و ضمنا خانواده نیست که پول میگذارد بلکه بانک ها مثلا بانک رهنی این نقش را به عهده میگیرد بنابراین مرد جوان جنگل های گینه جدید با ساعت مچی کهنه ای که با بندی دراز از سوراخ گوشش آویزان است و زامن موفقیتش در جامعه به شمار می آید و مرد جوان نیویورکی با ساعت مچی مدرنی که به دستش بسته است و زامن موفقیتش در جامعه به شمار می آید هر دو احساس می کنند که در زندگی مقصودی دارند مراسم جشن عروسی یا خرید خانه موقعی برگزار می شود که معامله تازه شروع می شود نه زمانی که معامله تمام و کل پول پرداخت شده است آنچه در چنین داستانهایی مثلا در یک مجموعه تلویزیونی مورد توجه است لحظه ای نیست که مردی با موهای سفید بالاخره آخرین قسط خانه اش را می دهد. بلکه جوان پرشوری است که با خوشحالی و افتخار اوراق و اسنادی را امضا می کند که او را طی سال تمام سالهای فعال زندگیش به انقیاد در میآورد. و این هنوز پایان کار نیست چون مسئله تأمین مخارج تحصیلی فرزندان پر و پرداخت اقساط بیمه عمر و غیره نیز مطرح است بعد از رهایی از تمام این تعهدات شخص دیگر خیلی پیر شده است و خودش برای جامعه یک مسئله به حساب می آید و جامعه نه تنها باید برایش وسایل راحتی فراهم کند بلکه باید مقصودی هم برای ادامه زندگی به او بدهد این مرد مانند همتای خود در جنگل های گینه جدید اگر در زندگیش خیلی باهوش و زیرک بوده باشد در آخر عمرش به جای یک بدهکار مفلس طلبکاری دمکلاف می اما در زندگی واقعی به ندرت چنین اتفاقی می افتد. هنگام نوشتن این کلمات یک خرخاکی از روی میزم میگذرد. اگر او را به پشت بخوابانم باید تلاشی جانکاه صورت دهد تا دوباره بتواند روی پاهایش قرار گیرد. در طی این تلاش او در زندگیش مقصودی دارد. وقتی موفق شد میتوان پیروزی را در او دید. فوری از یک سو فرار می کند و آن وقت می توان حد زد چه داستانی در جمع خرخاکی ها تعریف خواهد کرد و نسل جوان خرخاکی با چه احترامی به او که حشره موفق است خواهد نگریست اما تو با این پیروزی شرنگ یعصی نیز وجود دارد حال که در رأس قرار گرفته زندگیش دیگر بی هدف به نظر می رسد شاید بد نباشد به امید موفقیت دوباره بازگردد و همه چیز را تکرار کند شاید بهتر باشد پشتش را با مرکب علامت گذاری کند تا در شناسای او تردیدی نباشد جانور دلیلی است این خرخاکی بیخود نیست که میلیون ها سال است در این دنیا دوام آورده است از طرف دیگر بیشتر آمریکاییها ها فشار هولناک رهن را فقط در مواقع ناراحتی جدی می گیرند وقتی ناراحتی پیدا می کنند و یا وضع مالیشان خراب می شود و ضایف زندگیشان آنها را سرپا نگه می دارد و بیشترشان را از ارتکاب به خودکشی باز می دارد. بیشتر در این موقع است که بازی اگر به خاطر تو نبود را اجرا می کنند و در سایر مواقع غالبا خوش می گذارانن. فقط تعداد کمی هستند که زندگیشان را بدون بازی بدهکار ادامه می دهند. سعی کن بسول کنی را معمولا زوجهای جوان بازی می کنند و نمایانگر این اصل است که اساس یک بازی همواره طوری طراحی می شود که بازیگر در هر صورت برد داشته باشد آقا و خانم باید که تازه ازدواج کردند مقدار زیادی از اساس زندگی و اشیای تجملی خود را آنطور که خانواده هایشان به آنها یاد دادند قسطی از اینجا و آنجا خریدند اگر طلبکار پس از مدتی سعی و تلاش نچندان سخت ول کرد آنان میتوانند بدون مجازات از نعمت وسایلی که دارند لذت ببرند اگر طلبکار تلاش های جدی بکند آن وقت آنها هم از نعمت وسایلی که دارند و هم از لذت تعقیب بهرمند میشوند شوند بدین ترتیب شکل بازی موقعی است که طلبکار از را جذب میکند که طلبش را به هر قیمتی که شده وصول کند و بدین منظور به اقدامات حادی متوصل می شود مثلا پیچ رئیس وایت می رود یا با یک کامیون قرازه بد حیبت و پرسرصدا که رویش نوشته شده آژانس وصول جلوی خانه سبز می شود و اینجاست که تغییری صورت می گیرد وایت متوجه می شود که احتمالاً بدهیش را باید بپردازد اما به دلیل یک حرف تند و نامربوط که در اختار سوم طلبکار ذکر شده چنانچه در ظرف 48 ساعت در دفتر ما حاضر نشوید باید احساس می کند مورد اهانت قرار گرفته و قطعا حق دارد عصبانی شود و اکنون به نوعی از بازی حالا گیرد آوردن پدرسک تغییر وز می دهد. در این مورد هم برد با اوست چون به همه نشان می دهد که طلبکارش موجودی تمکار و بیرحم و غیر قابل اعتماد است دو امتیاز آشکار این مرحله یکی آن است که وضعیت وجودی وایت را مستحکم می کند که همان ناله غیر مستقیم قدیمی است که می گوید تمام طلبکارها حلیص هستند و دیگر اینکه فرصت بهرهگیری اجتماعی برونی بزرگی برای رایت است و حالا او در موقعیتی است که میتواند طلبکارش را آشکارا پیش دوستانش تحقیر کند بدون اینکه بچه به آدم خوب خودش را از دست بدهد او همچنین ممکن است با مواجه شخصی با طلبکار برای خودش نصیب اجتماعی درونی بیشتری کسب کند علاوه بر اینها این مرحله قبه ابتکار امتیازگیری از نظام اعتباری را در او حمایت می کند حالا که طلبکارها این طور بی و تما هستند اصلا چرا باید به آنها پول بدهم؟ نقش طلبکار در بازی سعی کن از زیرش در بروی را اغلب خرد مالکانی پا می کند بازیگران بازیگران سعی کن و وصول کنی و سعی کن از زیرش در بروی خیلی زود و خیلی خوب هم دیگر را پیدا می کنند و می شناسند آنها باطنن از یکدیگر دیگر و در آینده باز هم با یکدیگر درگیر خواهند شد صرف نظر از اینکه بالاخره چه کسی پول گیرش می آید هر کدام از آنها وضعیت بازی چرا باید هرچی کاس کوزه است را در دیگری تقویت می کند اما بازی های مربوط به پول ممکن است عواقب خیلی وخیمی داشته باشد و اگر این توصیفات به نظر نوعی بزلگویی میآید که به نظر بعضی بزلگویی هم هست بدان دلیل نیست که مسئله ناچیز است بلکه به خاطر انگیزش های ناچیزی است که مردم عادت کردهاند آنها را جدی و اساسی تلقی کنند آنتیتز ظاهرا عکس قضیه بازی سایکون وصول کنی این است که طرف مقابل با زور و فورا پول نقد بخواهد اما یک بازیگر خوب سایکون وصول کنی روش‌هایی برای جا خالی دادن بلد است که میتواند سر بسیاری را کلاه بگذارد مگر استادان مسلم بستانکاری را آنتیتز آنتیتز سعی کن از زیرش در بروی هم زود پرداخت کردن و صداقت طرف است از آنجا که استادان مسلم بازی های سعی کن بسول کنی و سعی کن از زیرش در بروی هر دو معنای واقعی کلمه حرفه‌ای هستند بنابراین بازیگر بی تجربه در مقابل آنها همانقدر احتمال موفقیت دارد که وقتی فردی تازه کار بخواهد با قماربازیهای های حرفی دست و پنجه نرم کند. غیر هرفهی به ندرت برنده می شود اما به هر حال می تواند لذت درگیر شدن در یکی از این بازی ها را نصیب خود سازد و از آنجا که هر دو طرف بازی را با هدت کامل انجام می دهند. هیچ چیزی برای فرد هرپهی ناراحت کننده تر از آن نیست که فردی غیر هرپهی به ریش او بخندد در محافل مالی این مطلقا مردود است در مواردی که به من گزارش شده است خندیدن به ریش طلبکار در خیابان از گیش کننده ترین و عصبانی کننده ترین و مشبش کننده ترین صحنه هاست درست همانند آن که در مقابل یک بازیگر شلمیل آنتی شلمیل بازی کند ج یک اردنگی به من بزن تز این بازی را مردهایی اجرا می کنند که وضع اجتماعیشان جوری است که انگار علامتی با نخ از گردنشان آویزان است که روی آن نوشته شده خواهش می کنم به بنده اردنگی نزنید منظره آنچنان اقوا کننده است که آدم نمیتواند جلوی خودش را بگیرد وقتی نتیجه طبیعی حاصل شد واید به طور رقتنگیزی می نالد که بابا روی تابلو نوشته شده اردنگی نزنید و بعد اضافه می کند چرا باید همیشه هر چه کوزه است سر من بدبخ بشکند از لحاظ بالینی بازی چرا باید همیشه هر چه کوزه است ممکن است اثر زمینی با یا چهره مبدل تکه کلام بازی روانپزشکی باشد که میگوید هر وقت کوچکترین ناراحتی پیش می آید تمام تنم مثل بید می لرزد. یکی از عناصر بازی چرا همیشه هرچه کاس کوزه هست از جنبه مرکوس غرور سرچشمه می گیرد. بدبختی های من از تو بیشتر است و این عامل اغلب در اشخاص بدگمان دیده می شود. اگر اطرافیان این شخص محض خوشقلبی از زخم زدن به او خودداری کنند و مثلا نگویند که من فقط دارم کمک می کنم یا اصول اخلاقی و اجتماعی را به نکشند رفتار او به مرور تحریک آمیستر می شود تا این حد که از حد و حدود خود تجاوز کرده بالاخره آنها را مجبور می کند که به او زخم بزنند اینان اشخاصی رانده شده و فریب خورده هستند و مدام از کارشان اخراج می شوند. نام این بازی در مورد زنها نخنما است. اگرچه غالبا چنین زنهایی با وقارند گاهی نهایت سعیشان را می کنند که شلخت جلوه کنند. سعیشان بر این است که نشان دهند در آمدشان هیچ وقت در حد کافی و به صورت شایسته نیست و همیشه دلیل خوبی هم دارند اگر هم گاهی پول بادآورده ای به دستشان برسد همیشه کسی هست که بیاید و کمک کند آن را سر معامله ای بی ارزش هدر دهند به زبان آمیانه چنین زنی دوست مادر نامیده می شود که همیشه حاضر است پند و نصیحت مادرانه به افراد بدهد و نهایتا بر اساس تجارب دیگران زندگی می کند. بازی چرا باید هرچه کاس کوزه هست برای آنها بی سر و صداست و فقط رفتار و سلوک و تلاش شان به آنها القا می کند که چرا باید هرچه کاس کوزه است سر من بدبخ بشکند؟ شکل جالبی از بازی چرا باید هرچه کاس کوزه هست را اشخاص بسیار جاافتاده جا افتاده اجرا می کنند که در زندگی به موفقیت ها و پاداش های بزرگی حتی مافوق انتظارات خودشان نائل آمدند در چنین مواردی بازی ممکن است به مرحله تفکرات جدی و سازندهی برسد و موجب رشد شخصیت به بهترین مفهوم آن گردد البته اگر بدین دین نفت توجیه شود که من واقعا چه کردم که مستوجب این باشم د حالا گیرت آوردم پدر سگ تز این بازی را می توان به صورت متداول به بازی پوکر تشبیه کرد وایت در یک دور پنج برق گیرش میآید که بردش را محرز می کند. مثلا چهار تا تک دارد در اینجا اگر او بازیگر حالا گیرد آوردن پدرسگ باشد بیشتر به فکر خرد کردن رقیبش بلک خواهد بود که در چنگش است و در بند آن نخواهد بود که پول بیشتری ببرد وایت میخواست قسمتی از لوله کشی خانهش را عوض کند و پس از کلی مطالعه و مذاکره با لوله بالاخره به با او قرار و مداری گذاشت روی مبلغ هزینه توافق کردند و بین آنها قولی هم رد و بدل شد که هیچ گونه خرج دیگری پیش نیاید اما آخر سر وقتی صورت حساب به دست وایت رسید دید یک صورت چند دلار برای تعویض یک سوپاپ که قبلا صحبتش نبود اضافه شده است چهار دلار در یک معامله 400 دلاری. وایت از کوله در رفت و تلفن را برداشت و از لولکش توضیح خواست. لولکش البته جا نزد. بعد وایت نامی برای لولکش نوشت و از او به خاطر نقص قول و قرارش انتقاد کرد و متذکر شد چنانچه مبلغ اضافی از صورت حساب هست نشود او پولی پرداخت نخواهد کرد و بالاخره لولکش هم تسلیم شد. به زودی معلوم شد که هم وایت و هم لولکش دارند با هم بازی می کنند. آنها از همان ابتدای ام که با هم وارد مذاکره شدند همدیگر را خوب شناخته بودند. لولکش با ارائه صورت حساب اولین حرکت تحریک آمیز را اجرا کرد. چون وایت از لولکش قول گرفته بود پس او حق نداشت چیزی اضافه کند. بنابراین وایت احساس می کرد هر اندازه که می شود و سرسختی کند حق دارد آنگاه به جای اینکه با احترام و وقاری که در خور بالغ او بود با لوله کش مصالحه کند و تکدر خاطر خود را نیز معصومانه ابراز دارد از این فرصت بیشترین استفاده را کرد تا از تمام راه و رسم زندگی و طرز عمل لوله انتقاد کند ظاهرا بحث آنها در سطح بالغ بالغ بود یعنی یک اختلاف حساب مشروع بر سر مبلغ معینی پول در سطح روانی بحث والد بالغ اجرا شد یعنی وایت به بهره از مسئله جزئی پرداخت که البته از نظر اجتماعی جای دفاع داشت تا انبوه خشمهای سالها محبوس شده خود را بر سر حریف اقباگرش خالی کند درست همانطور که مادرش ممکن بود در چنین موقعیتی عمل کند او به زودی به این, بازی با... به این بازخورد پنهانیش پی برد حالا گیرت آوردم پدر و شعفی پنهانی را که از این تحریک لوله کش به او دست داده بود تشخیص داد سپس به یاد آورد که چگونه از بچگی همیشه انتظار چنین ظلمهایی را کشیده بود تا با شعف کامل از آنها با همان نیرو بهره برداری کند در بسیاری از این موارد اصل تحریک را از یاد برده بود اما مبارزه هایی را که در آن تحریکات به وقوع پیوسته بود به خوبی به یاد داشت از سوی دیگر کش نیز احتمالا مشغول اجرای صورت دیگری از بازی چرا باید هرچه کاس کوزه از سر, من بشکند بود حالا گیرت آوردم پدرسگ بازی دو نفره است که باید از وحشتناک نیست تشخیص داده شود در وحشتناک نیست عامل در جستجوی ظلمی است تا با شکوه به یک فرد سالس بازی را سه نفره کند متجاوز قربانی معتمد بازی وحشتناک نیست تحت لوای شعار هر غمی غمخواری میطلبد انجام می گیرد معتمد معمولا کسی است که خودش هم به این بازی دست می زند بازی چرا باید هرچه کاسه کوزه هست نیز بازی سه نفر است ولی در اینجا عامل سعی دارد به اثبات برساند که بدبختیش از دیگران شدیدتر است و رقابت سایر افراد بدقبار را برانگیزد. بازی حالا گیرد آوردن پدرستگ ممکن است در صورتهای کم و بیش طریفتر خود به عنوان یکی از بازی های ازدواج نیز انجام گیرد. آنتیتز بهترین آنتیتز رفتار صحیح است ساخت قراردادی ارتباطی انسانی باید برای بازیگران این بازی به وضوح شهر داده شود و جزئیات دقیق آن در اولین فرصت ذکر شود و عیناً به اجرا درآید در امور بالینی نیز مثلا موضوع پرداخت حق مشاوره برای جلساتی که مریض به درمانگاه نیامده یا قرارش را لغو کرده است مسئله باید در ابتدای امر به وضوح روشن شود و نهایت احتیاط برای جلوگیری از بروز هر نوع اشتباه در حساب به عمل آید اگر سوء تفاهمی روی دهد حل قضیه باید از طریق تسلیم شرافتمندانه به واقعیت صورت گیرد در زندگی روزمره معامله تجاری با بازیگر حالا گیرد آوردم همیشه مخاطره به حساب می آید با همسر چنین آدمی باید با دقت و احترام خاصی رفتار کرد و باید از کوچکترین حرکتی که بوی توجه و تعارفهای زن بدهد احتراز جست به خصوص در مواقعی که شوهر خودش چنین حرکاتی را تشویق کند تحلیل تیز حالا گیرت آوردم پدرسک هدف توجی، نقشها، قربانی مهاجم پویایی شناسی خشم رشکامیز مثال ها یک این دفعه گیرت آوردم دو شوهر حصول، نمونه عالی اجتماعی بالغ بالق بالغ ببین اینجا کارت غلط بود بالغ، حالا که گفتی متوجه شدم نمونه عالی روانی والد کودک والد من مدام می پایمت تا بلکه اشتباه کنی کودک این دفعه مچم را گرفتی والد بله ولی کاری میکنم که خوب بفهمی چقدر عصبانی و کفریم حرکات یک تحریک اتهام دو دفاع اتهام سه دفاع تنبیه امتیازها یک روانی درونی پیدا کردن دلیل برای ابراز خشم دو روانی برونی احتراض از برخورد با کمبودهای شخصی سه اجتماعی درونی حالا گیرت آوردن پدرسگ چهار اجتماعی برونی همه میخواهند دخل آدم را پنج زیستی مبادلات حالات جنگی معمولا مربوط به نفس روابط جنسی شش وجودی به مردم شود اعتماد کرد ه ببین مجبورم کردی چه کار کنم تز این بازی در شکل قدیمی و جا خود یکی از بازی های ازدواج است و در واقع یکی از مشهورترین عوامل به همزننده ازدواج هاست ولی ممکن است بین والدین و بچه ها و همچنین در زندگی حرفه‌ای نیز بازی شود نمون... یک نمونه درجه یک بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم وایت احساس می کند نیاز به تنهایی دارد و خود را سرگرم کاری می کند که از مردم دور باشد تنها چیزی که در حال حاضر می خواهد این است که او را به حال خودش بگذارد بعد یک مزاحم مثلا زن یا یکی از بچه هایش نزد او می آید که نوازش ببیند یا بپرسد انبرد کجاست این مزاحمت ناگهانی تصادفاً باعث می شود هر چه دست وایتس بیفتد و بشکند یا خراب شود یا به هم بریزد و در این موقع است که وایت به طرف مزاحمش برمیگردد و با خشم فریاد میزند ببین مجبورم کردی چه کار کنم چون این ماجرا طی سالها بارها و بارها اتفاق افتاده افراد خانواده عادت کردند که او را در چنین مواقعی به حال خودش بگذارند البته تقصیر مزاحم نیست بلکه تحریک و تهییج خودش است که باعث می شود این اتفاق بیفتد اما به هر حال وایت خوشحال است که این اتفاق افتاده چون او حالا می تواند از آن به عنوان اهرمی برای بیرون انداختن مزاحم استفاده کند متاسفانه این از آن بازیهایی است که بچه ها خیلی راحت یاد میگیرند و به سهولت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود رضایت پنهانی و های آن هم وقتی بازی تو هم با فریبکاری باشد بهتر نشان داده می شود دو نمونه درجه دوی ببین مجبورم کردی چه کار کنم موقعی است که این بازی نه به صورت تصادفی و گهگاهی بلکه به صورت یک بازی دائمی زندگی و سازوکاری حمایت کننده تکرار شود وایت بازنی ازدواج کرده که مدام من فقط دارم کمک می کنم یا صورتی از آن را بازی می کند و حالا برای وایت آسان است که تصمیم گیری ها را به گردن او بیاندازد که ممکن است به صورت معدبانه و با مردانگی باشد به او اجازه دهد هر جا که می خواهد برای شام یا سینما برود یا مسائل دیگر اگر همه چیز خوب از آب درآمد وایت لذت میبرد وگرنه می تواند به زنش با ملامت نگاه کند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بگوید تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد که صورت دیگری است از بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم یا می تواند در دراز مدت مسئولیت تصمیم گیری برای تعلیم و تربیت بچه ها را به گردن او بیندازد و خودش نقش مدیرامل را بازی کند و هرگاه بچه ها ناراحت شدند او میتواند به بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم پناه ببرد و این نهایتا زیربنای طرز تفکر وایت را سالیان تشکیل می دهد که مادر بچه ها را مسئول کارهای بد آنها قلمداد کند. در این صورت این بازی دیگر وسیله برای بیرون انداختن مزاحم نیست بلکه راهی زمینی جلوی پای وایت میگذارد تا به انواع دیگر آن از قبیل من که به تو گفتم یا حالا ببین چه کار کردی بپردازد بازیگر حرفه‌ای که زندگی روانی خود را اغلب با بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم میگذراند از آن در شغلش هم استفاده می کند. در اینجا نگاهی طولانی و احیانا دردبار جای کلمات ببین مجبورم کردی چه کار کنم را می گیرد. برای آنکه دموکرات بازی درآورد یا ادای مدیران خوب را درآورد از معاونش نظرخواهی هم می کند. از این راه می تواند برای ترساندن زی دستان خود موضع مستحکمی داشته باشد. او از هر اشتباه آنها به عنوان وسیله کوبنده بر ضدشان استفاده می کند. البته استفاده از این سلاح در مورد مافوقها یعنی ملامت کردنشان به خاطر اشتباه شخصی برای فرد نابود کننده است و شاید به قیمت از دست دادن شغلش تمام شود و یا اگر در ارتش یا سازمان های نظیر آن باشد او را به واحد های دیگر منتقل کنند در این صورت در مورد اشخاصی که از همه چیز بیزارند این مکمل بازی چرا باید هرچه کاس کوزه از سر من بدبخت بشکند یا در مورد اشخاص افسرده مکمل باز هم خراب کردن می شود که هر دو صورت هایی هستند از بازی یک اردنگی به من بزن سه نمونه درجه سه ببین مجبورم کردی چه کار کنم را ممکن است بیماران روانی بدگمان در مقابل اشخاص بی بازی کنند که حتی من به نصیحت گفته باشند من فقط می خواهم کمک کنم در اینجا بازی ممکن است به مراحل کاملا خطرناک و حتی مهلک برسد بازی های ببین مجبورم کردی چه کار کنم و تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد به قدری خوب یک دیگر را تکمیل می کنند که ترکیب آنها اساس حفظ تاروپود قرارداد بسیاری از ازدواج قرارداد با مثال زیر نشان داده شده است با توافق مشترک قرار شده بود حساب پول و خرج خانه دست زن وایت باشد تا مدتی او به خوبی از عهده این کار برآمد و همه مخارج و صورت حسابها ها را از طریق حساب بانکی مشترکی که داشتند پرداخت چون وایت حوصله نداشت و نمیتوانست حساب همه چیز را نگاه دارد اما هر چند ماه یک مرتبه بانک برایشان اختراع... میفرستاد که چکی بیمهل کشیده شده و بایت میبایست خودش شخصا به مقامات بانک مراجعه و موضوع را راستوریس میکرد بعد از بررسی دقیقتر معلوم میشد که خانم بایت بدون مشورت با شوهرش خریدی نسبتا عمده کرده است بایت این موضوع را پیش میکشید و با خشم بازی تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده روز شد را اجرا می کرد و زدش هم با ناراحتی و احیانا با گریه این ملامت او را می و قول میداد که این عمل دیگر تکرار نشود. برای مدتی باز همه چیز به خوبی پیش می رفت و بعد ناگهان سرکلی یک بستانکار در خانه پیدا می شد و قصد عقب افتاده را مطالبه می کرد. واید که روحش از موضوع خبر نداشت از زنش بازخواست می کرد. این بار زنش بود که با عصبانیت بازی ببین مجبورم کردی چه کار کنم را اجرا می کرد و می گفت تقصیر خود شوهرش است چون وایت را باید او را از کشیدن چک بیمهر من کرده بود و بنابراین تنها راهی که به فکر زن رسیده بود این بود که این قصد عمده را نیز نپردازد و موضوع را هم به وایت از وایت مخفی کند این بازی ها ده سال ادامه پیدا کرده بود هر بار با این قول و قرار که این عمل دیگر تکرار نمی شود و البته هر بار هم برای مدتی اوضاع تغییر می کرد در جلسات روان درمانی وایت خودش این مراحل را به طرز موثر و بدون کمک روانکاو تحلیل کرد و راه علاجی هم پیشنهاد نمود زن و شوهر هر دو موافقت کردند که تمام حسابهای نسیه و حساب بانکیشان را به اسم خود وایت کنند ولی خرج و دخل و همه حسابها دست خانم وایت بماند و فقط وایت خودش نظارت آخر و امضای کار را به عهده داشته باشد بدین ترتیب نه طلبکاری از قلم میافتاد و نه چک بیمحلی کشیده میشد و کار رسیدگی به خرج خانه را هم متفقا انجام میدادند ولی آنها وقتی از لذات و امتیازهای ببین مجبورم کردی چه کار کنم و تقصیر سرکار بود که این ناراحتی برای بنده درست شد محروم شدند تا مدتی نمیدانستند با خودشان چه کار کنند و سپس راههای آشکارتر و سازندهتری برای گذراندن وقت و استفاده از یکدیگر دیگ پیدا کردند آنتیتز حل قضیه برای ببین مجبورم کردی چه کار کنم درجه یک به هر حال گذاشتن به, به حال خودگذاشتن بازیگر و برای نوع درجه دو نیز محول کردن تصمیم به عهده خود اوست بازیگر نوع درجه یک ممکن است احساس بیچارگی و تنهایی کند اما هیچ وقت خشمی نمی شود بازیگر نوع دو ممکن است چنانچه مجبور به ابتکار عمل گردد عبوس و ترش شود و احتمال دارد قضیه به عواقب ناخوشایندی بیانجامد اما راه حل نوع درجه سه این بازی را باید فقط از متخصص حرفه‌ای و با تجربه خاص. تحلیل محدود هدف از این بازی حمایت است از نظر پویایی شناسی شکل ملایم بازی را می توان به انزال قبل از بلوغ و شکل شدید آن را به خشم ناشی از اقدختگی نسبت داد بچه ها این بازی را به راحتی یاد می گیرد. امتیاز روانی برونی احتراز از قبول مسئولیت کاملا مشهود است و بازی اغلب با تهدید جلوگیری از صمیمیت فروکش می کند زیرا خشم قابل توجیهی که تولید می شود می تواند به عنوان دلیل موجهی برای احتراز رباب... از روابط جنسی عمل کند وضعیت وجودی منبعث از این بازی چنین است من می تخصیرم.